در پی شلیک به سوختبران در منطقه مرزی نزدیک به سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران اعتراضات ادامه پیدا کرده. اینترنت قطع شده و دسترسی به اخبار از اعتراضاتی که ادامه داشته با چالش جدی روبروست. در بلوچستان چه می‌گذرد؟ سپاه آنجا چه می‌کند و چطور است که سوخت به یک چالش امنیتی بزرگ برای جمهوری اسلامی بدل شده؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه 2 آخر هفته. اینترنت استان سیستان و بلوچستان بر اساس تجارب قبلی به نگرانی فعالان حقوق بشر دامن زده که سرکوب گسترده در جریان باشد. فعالان حقوق بشری که قطع و وصل اینترنت را در ایران تحت نظر دارند میگویند اینترنت خانگی در این استان قطع نیست، اما اغلب مردم به اینترنت خانگی دسترسی ندارند و ارتباطات آنان از طریق تلفن‌های همراه است و حالا بر اساس گزارش‌ها اینترنت همراه اول به طور کامل قطع شده و خدمات ایرانسل هم با اختلال جدی روبروست. شلیک به سوختبران در منطقه مرزی که نزدیکترین شهرستان به آن سراوان است در روز دوشنبه این هفته انجام شد. شماری کشته شدند که درباره آمار کشتگان بین آنچه محلی‌ها و مسئولان می‌گویند تفاوت چشمگیر است. از آن روز تا پنجشنبه اعتراضات ادامه پیدا کرده. طبق آخرین خبری که ما از منطقه گرفتیم، مغازه‌داران در سراوان تعطیل ماندند و نیروهای امنیتی در شهر حاضرند. قبل از تحلیل اوضاع صحبتی داریم با فعالان حقوق بشر که ابراز نگرانی می‌کنند. عبدالله عارف با ماست، مدیر کمپین فعالان بلوچ از لندن، و همینطور رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، که خانم بحرینی هم از لندن با ما هستن. آقای عارف، می‌خوام شما اول از منطقه به ما بگید. ما می‌دونیم که شما ارتباط دارید با فعالانی که در منطقه هستن و همینطور افراد منطقه‌ای. چه می‌گذره در منطقه الان؟ حقیقتا آخرین ارتباط تقریبا دیروز بود و امروز یه سری مسیجای کوتاهی دست ما رسید که چون به خاطر وضعیت اینترنت نتونستیم پیام های زیادی یا گزارش های زیادی دست ما برسه، وضعیت کاملا متشنجه. در سطح شهرهای بزرگ نیروهای ضد شورش کاملا مستقر هستند. یه سری گزارش دادن که نیروهای کمکی از استانهای مجاور داره میرسه به بلوچستان. قضیه اینه که در مناطقی هم که درگیری بوده، امروز مسیجایی که دست ما رسیده، گرچه ما نمیتونیم دقیقاً تایید بکنیم، ولی بازداشت‌های گسترده‌ای داره انجام میشه. بعضی از زخمی‌ها بازداشت شدند که در بیمارستان بودن، به ما گفتن که نیروهای سپاه اونا رو بازداشت کردن و همچنین بعضی از شهروندان رو از خونه‌هاشون بازداشت کردن. در زاهدان همچنین یه سری دستگیری‌هایی هست، گرچه همه اینا فقط به صورت خیلی مختصر به دست ما میرسه، تأیید شده 100% نیستن، اما در کل وضعیت نشون میده که کاملا متشنجه. هنوز احتمال قلق و غم کردن شهروندان و معترضان وجود داره. فعالان مدنی الان هم اعلان کردن که ما اعتراضات خودمون رو تا برآورده شدن مطالبی که ارائه کردن متوقف نخواهند کرد. چندین مطلب ارائه کردن، اونا خواستار جمع شدن پایگاه‌های سپاه پاسداران از منطقه شدن و همچنین محاکمه عاملان این کشتار و قتل، یک محاکمه علنی انجام بگیره و یه سری مطالب دیگه بودن که بارزترین اونها در مورد سپاه پاسداران بود و اینکه امنیت منطقه کاملا دست از سپاه پاسداران از منطقه کاملا خارج بشه و امنیت به شهروندان و بومی های منطقه سپرده بشه. خانم بحرینی، ما میدونیم که معمولا شما در سازمان عفو بین الملل پیگیر آمار هم بازداشتی ها هستید هم کشته شدگان. آیا آمار دقیقی دارید الان که بالاخره چه تعداد در اون تیراندازی و همینطور اتفاقات بعدی کشته شدن؟ چون آماری که ما میگیریم کاملا ضد و نقیض از طرف مقامات دولتی و همینطور فعالان محلی. به دلیل قطعی اینترنت ما هنوز موفق نشدیم که به طور مستقیم با خانواده‌های جانباختگان صحبت بکنیم. اطلاعاتی که از طریق منابع موثق و فعالین حقوق بشری به دست ما رسیده که اونها با منابع محلی در تماس بودن، ما رو به این نتیجه رسونده که دست کم 10 نفر در جریان این کشتار غیرقانونی و فراغذایی که یک جرم بین‌المللی کشته شدن، ولی ما
نگران هستیم که تعداد کشته ها از این هم بالاتر باشه. طی روزهای گذشته عفو بین الملل ویدیوهایی که از این واقعه منتشر شده رو مورد بررسی قرار داده. واحد دیجیتال عفو بین الملل مکانیابی کرده این ویدیوها رو و بنابراین واضحه که تمام این کشتار در مرز ایران و در داخل زمین ایران صورت گرفته. به علاوه کارشناسان اسلحه عفو بین الملل با تحلیل ویدیوها مشخص کردن که سلاح سنگین مثل مسلسل و مرگبار در واقع سلاح‌های مرگبار علیه این سوختبران استفاده شده و طبق تحقیقات ما این کشتار در سه مرحله صورت گرفته. یعنی در مرحله اول وقتی که این مرز رو پاسگاه بسته بوده بعد از 48 ساعت که جمعیت بسیار آشفته بوده بدون غذا و بدون آب بوده تعدادی از سوختبران تلاش میکنن که زنجیرهای آهنی که مسیر رو بسته بوده باز بکنن و در اون مقطع نیروهای سپاه شروع میکنن به شلیک و افراد رو ابتدا از پا و بعد هم از ناحیه بالاتنه و سر و شکم مورد هدف قرار میدن که در واقع نشون میده که هیچ گونه احترامی برای جان انسان ها قائل نبودن و حتی میشه گفت که به قصد کشتن در واقع شلیک کردن. در مرحله بعدی وقتی که جو آشفته میشه و تعدادی از سوختبران به سمت پاسگاه حرکت میکنن و برخی اقدام به سنگ پراکنی میکنن نیروهای سپاه به شلیک های متداوم و در بعضی موارد غیر هدفمند و فقط پشت سر هم ادامه میدن که اونجا هم تعدادی آسیب میبینن. همزمان راننده هایی بودن که بعد از پاره شدن این میله آهنی تلاش کردن رد بشن از این مسیر و نسبت به این ماشین ها هم بی هدف با سلاح سنگین شلیک کردن و تعدادی راننده هم در جریان این شلیک ها کشته شده و در مرحله آخر هم به تعدادی از مردم کاملا در واقع بی پناه که در اون فضا جمع شده بودن دوباره ما ویدیوهایی رو دست کم دو ویدیو رو بررسی کردیم که نشون میده شلیک کردن. مجموعه این اقدامات نه تنها نقض فاحش قوانین بین المللی در خصوص استفاده از سلاح گرم در واقع طبق این قوانین فقط نیروهای امنیتی زمانی مجاز هستن از سلاح گرم استفاده بکنن که با یک تهدید قریب الوقوع مرگ یا آسیب جدی روبرو باشن و اینجا چنین شرایطی حاکم نبوده و با توجه به کشنده بودن اعمالشون ما بر این عقیده هستیم که مرتکب جرم بین المللی کشتار فراغذایی شدن و باید تحقیقات کیفری در این خصوص صورت بگیره. بله آقای عارف، شما منطقه رو به خوبی میشناسید، اینجور درگیری ها سابقه داره در این منطقه؟ پیش از این هم بوده؟ من چون جاهایی میخوندم که خیلی از این سوختبران قبل از این هم هدف قرار گرفتن و همینطور مسئله دیگه که دارن این هستش که چون با سرعت حرکت میکنن برای اینکه از مقابل در واقع این پاسگاه ها بتونن عبور بکنن، خیلی هاشون در تصادف جاده یا به خاطر مسائل این چنینی ممکنه که کشته بشن. حقیقتش ما پارسال در گزارش کمپین پایین حقوق بشر تونستیم 46 مورد رو رصد بکنیم که 46 سوختبر توسط نیروهای نظامی و انتظامی کشته شدن. با تیر مستقیم یا با تعقیب و گریز ماموران یا اینکه ماشین بر اثر تیراندازی مامورین کلا ماشین آتش میگیره و در داخل ماشین خودشون جزغاله میشن. سالانه ما کشتارهایی داشتیم اما به این روش این اولین بار است که در یک جا اینجوری نیروهای سپاه نیروهای انتظامی به طرف سوختبران شلیک میکنند. قضیه ای که در جاده ها اتفاق میفته چون تعقیب و گریز اتفاق میفته بین مامورین و سوختبران و مامورین به هر روشی میخوان که اینا رو متوقف کنند، در این تعقیب و گریز کنترل از دست راننده های سوختبران خارج میشه گاه گداری که یا به تصادف منجر میشه یا اینکه ماشین چپ میکنه. بله. بر اثر چپ شدن هم خیلی از سوختبران جان خود را از دست میدن یا بعضی هم که زخمی میشن در بعضی از حالات حتی مامورین اقدام به کمک نمی کنند یا اینکه به آمبولانس یا به مراکز بهداشتی زنگ نمیزنن که آمبولانس جهت کمک های اولیه بیاد. متوجه. وضعیت هم
نگه می‌دارند. آقای عارف، وقتی می‌فرمایید حدود 40 خورده نفر، 50 نفر ظرف یک سال، تعداد بالایی هست، جمعیت این سوختبران چقدر هست؟ اینا چند نفرن؟ آیا آماری داریم که چه درصدی از افراد منطقه، چند هزار نفر، چند نفر دارن این کار رو انجام میدن؟ حقیقتا ما آمار دقیقی از سوختبران نداریم، ولی خب از تمامی مناطق بلوچستان سوختبران دارن کار میکنن، چون وضعیت اقتصادی منطقه خیلی بد است، بیکاری و فقر زیاد است، ناچارن به این کار رو میارن. هر کس از این، مثلا ما در حداقل در این شمسر سراوان نزدیک، بنا به گفته شاهدان عینی، نزدیک 200 ماشین بودن، یعنی 200 در اون لحظه فقط 200 سوختبر بودن، که هر سوختبری هر ماشینی حداقل دو نفر داره، یعنی از دو نفر، از دو خانواده مختلف، که سرجم 400 میکنن. قضیه اینه که از نظر ما شاید به صدها هزار نفر برسن سوختبران. مسئله دیگه این طرح رزاق هست. من باز اینم از شما میپرسم آقای عارف، این طرح رزاق برای چی اصلا معرفی شده که گفته شده مثلا تا شعاع 20 کیلومتری کسانی که هستن میتونن این کار انجام بدن یا بقیه نمیتونن؟ این طرح رزاق از کجا آمده؟ حقیقتا چند سال پیش با سپاه طرح دیگه ای رو اجرا کرده بود که موفق نشد، به اسم طرح فروش قانونی سوخت برای مرزنشینان، اونم در محدوده شعاع 20 کیلومتری بود، که فقط در واقع به کسانی که وابسته به سپاه بودن یا کسانی که نزدیک به سپاه بودن و سر مرز بودن بهشون اجازه خرید و فروش سوخت داده شد. اما این طرح به صورت گسترده تر خواهد شد. حالا بنابر گفته مقامات دولتی، اینا میخواهند ایستگاه های بنزین، ایستگاه های سوخت در سراسر مرز بزنند و به مرزنشینان اجازه بدن که این سوخت ها رو بخرن و به اون طرف مرز بفروشن، اونم در بازار سیاه اون مرز فروخته بشه، نه اینکه به دولت اونجا که این صورت که در واقع که میگن به صورت قانونی خواهد شد. این طرح مشکلش این هم که خیلی از سوختبران، بیشترین سوختبران بیکار، دوباره بیکار خواهند شد. بله. چون بیشترین سوختبران خارج از محدوده 20 کیلومتری مرز زندگی میکنند. متوجه. خانم بحرینی، عفو بین الملل معمولا در این جور مواقع بیانیه میده، اما الان من از این ور اون ور میشنوم خیلی از فعالان بلوچ نگرانی دارن که شما آیا آمارها رو دقیق میدونید، چک میکنید یا نه؟ چون بعضی ها میگن آمار خیلی بالاتره، بعضی های دیگه میگن که اساسا چقدر میشه اعتماد کرد به این آمارها؟ شما چطوری اینا رو راستی آزمایی میکنید؟ ما در حال تحقیق بودیم و به این تلاش خودمون برای جمع‌آوری اطلاعات ادامه خواهیم داد و به زودی هم بیانیه‌ای منتشر می‌کنیم که با استناد به شواهد جمع‌آوری شده، از جمله روایت شاهدهای عینی و همینطور ویدیوهای مورد تحلیل قرار گرفته، اعلام خواهد کرد که مقامات سپاه و نیروهای امنیت ایران مرتکب جرایم جدی بین‌المللی به طور مشخص کشتار فراغذایی شدند و باید تحقیقات کیفری صورت بگیره. این تحلیل حقوقی همین الان در مورد 10 نفری که مرگشون تایید شده صادقه. اگر تعداد قربانیان افزایش پیدا بکنه، اونها هم مشمول این تحلیل حقوقی خواهند شد. یعنی بحث فقط اینجا آمار نیست، تعرض جدی و مجرمانه‌ایه که به حق حیات صورت گرفته و جامعه بین‌المللی باید نسبت به این موضوع حساس باشه. اگر حکومت قانون در ایران حاکم بود و برای حق حیات مقامات احترام قائل بودن، به جای یک بیانیه کلی که ادعا میکنه که 2 نفر کشته شدن و پاکستان مسئول این بوده، مقامات دادستانی فوراً تحقیقات کیفری به راه میانداختن، آمران و عاملان رو شناسایی میکردن و به خانواده های داغ دیده جبران خسارت میکردن و تضمین میکردن که چنین استفاده غیرقانونی و مجرمانه از سلاح گرم و کشنده دیگر صورت نگیره. با توجه به اینکه مسئولیت حاکم سازمان یافته در ایران حاکمه، تلاش ما این خواهد بود که سازمان ملل به ویژه گزارشگر ویژه کشتارهای خودسرانه و فراغذایی نسبت به این موضوع اعتراض بکنه و در آینده اگر روزی عاملان و آمرانی که در این پاسگاه شمسر در واقع مستقر بودن و این شلیک رو کردن شناسایی بشن، میتونن طبق کشورهای مختلف در جهان که متحد و اصل صلاحیت جهانی هستن، میتونن اونها رو به دلیل ارتکاب یک جرم بین المللی تحت پیگرد کیفری قرار بدن.
متشکرم از شما خانم بهرینی و همینطور از آقای عارف برای اینکه در این برنامه در این مورد مسائل حقوق بشری توضیح دادید. اما فعالان حقوق بشری میگن مشکل عمده اینه که همواره حکومت با مناطق مرزی رفتار امنیتی داره، رفتاری که با سوختبران در بلوچستان و کولبران در کردستان هم میکنه و از طرف دیگه نمیشه نادیده گرفت که مسئله سوخت یکی از چالش‌های امنیتی جدی در سال‌های اخیر در جمهوری اسلامی بوده. از آبان 98 تا همین آخری در بلوچستان حسن منصور اقتصاددان با ماست. آقای منصور، دلیلش چی هست که سوخت به یک باره تبدیل به یک مسئله جدی امنیتی شده؟ با عرض سلام خانم، ببینید دلیل اساسی این است که در نقاط مختلف ایران به طور کلی در این 42 سال فقیرتر شده. حدود 30-40% از درآمد سرانه هر کس به طور متوسط کاسته شده. بگذاریم از اینکه اقلیتی بسیار بسیار ثروتمندتر شدن، ولی متوسط مردم فقیرتر. منتها این فقر در حاشیه کشور به ویژه در استانهایی که اونجا تفاوت قومی، زبانی یا مذهبی وجود داره اونجاها بیشتره. در نتیجه شما وقتی در اون منطقه‌ای که فقر زده است، اشتغال وجود نداره، صنایع پدید نیومده، جوانان به طور کلی بیکارن، در اونجا وقتی بنزین یا هر سوخت دیگری تفاوت قیمتش با اون سوی مرز حدود 25 برابر باشه، طبیعی است که مردم دست به این کار بزنن که سوخت رو اینجا بردارن منتقل کنن به این سو، ولو درست. که در اونجا جان خودشون رو به خطر میندازن. دقیق میفهمید جناب منصور، ولی مسئله اینه که همین آبان 98 دقیقا همین اتفاق افتاد دیگه. دلیلی که حکومت عنوان میکرد یا دست کم اون مسئولانی که اومدن میخوان توجیه بکنن که چرا قیمت یک شبه سه برابر شد، این بود که قاچاق میشه و ما این کارو میکنیم که قاچاق نشه. چند ماه بعد قیمت دلار به شدت بالا رفت، بنابراین اون تغییر قیمتی که داده بودن کلن کندم یکان شد و این اتفاق بارها بارها ممکن است بیفته. اساساً به لحاظ اقتصادی دولت چه میتونه بکنه که بتونه جلوی این وضعیت رو بگیره؟ اگه همیشه قیمت سوخت در ایران پایین تر از بیرون از کشور، طبیعی هست که این یک راه کسب درآمد هست، به خصوص برای اقشاری که درآمدی ندارن. کاملا درست میفرمید. ببینید اصل قضیه در این است که اصولا در ایران فکر اقتصادی یا دولت مسئول وجود نداره. ملاحظه بفرمایید وقتی در 1395 در قانون برنامه ششم مجلس تصویب کرد که دولت قیمت تمام سوخت ها و حامل های انرژی رو تا سال 1400 به 90% قیمت روی عرشه خلیج فارس برسونه، در اونجا قیمت موجودی که تعیین کرده بودن 1000 تومان برای هر لیتر، این تقریبا با همون قیمت فوب برابری میکرد. منتها کشوری که از یک سو این قانون رو تصویب میکنه، از سوی دیگر روزانه هزاران میلیارد به نقدینگی تزریق میکنه، در نتیجه کمر پول ملی میشکنه، امروز شما با قیمت 25,000 تومان برای دلار، طبیعی است که این فاصله فراوان شده. و این نکته که عرض کردم، تفاوت قیمت سوخت در بلوچستان با همسایمون حدود 26 برابره. فرمودید که تفاوت این قیمت وجود داره، از طرف دیگه خب به هر حال مسئله فقر خیلی جدی هم در اون مناطق هست. آقای منصور، به لحاظ اقتصادی آیا اساسا حکومت در ایران میتونه کاری بکنه که وضع اقتصادی رو در مناطقی مثل بلوچستان در میان مدت بهبود ببخشه؟ چون به نظر میرسه که اوضاع خیلی خراب هست در اون مناطق. ببینید تردیدی نیست، آنچنان خراب است که خواب از چشم هر ایرانی به در میبره. ولی سخن بر سر این است که اصولاً آیا در ایران دولت مسئولی وجود داره یا نداره؟ این دولت مسئول به کشور و ملت فکر میکنه یا نمیکنه؟ و الا تمامی روندهایی که ما نظارت میکنیم در اقتصاد به سوی قطبی کردن و پولاریزه شدن حرکت میکنه. یعنی اساساً میفهمید ارادش رو ندارن که این کار رو بکنن، علاقه به این کار ندارن. این درست. ببینید اراده چنین چیزی رو ما باید در برنامه بودجه که میریزن بتونیم ببینیم. نمیبینیم. همین
پولاریزه خواهد کرد، یعنی جامعه رو قطبی میکنه، به ثروت ثروتمندها میافزایه و فقرا را فقیرتر میکنه. در نتیجه ما در جهت درستی حرکتی رو اصولا نمیتونیم ببینیم. اگر شما بخواید توصیه ای بکنید برای اینکه وضعیت به هر حال کسانی که در این وضعیت هستند در مناطق مرزی بخوان کاری بکنن، وضعیت اقتصادیشون بهتر بشه و اینقدر با دولت درگیر نباشن، به نظر شما یا اساسا راهی وجود داره یا نه؟ ببینید، یا مردم باید تسلیم مرگ از گرسنگی بشن و یا اینکه تامین معاش بکنند. به هیچ وجه در چنین شرایطی نمیشود سوختبر رو ملامت کرد، ولو که در شرایط نرمال اصولا صادر کردن سود باید مطابق مقررات کشور باشه، ولی در اونجایی که سوخت کشور میلیون ها برابر اونی که از این طریق قاچاق میشه برده میشود، از سوی خود دولت تحویل ونزوئلا داده میشه، در اونجا وقتی سوختبری که ارگانیزه شده زیر نظر گردن گرفتای محل که عملا سود رو هم اونا میگیرن، این فقط مزدی رو دریافت میکنه، در اونجا متوسل به چنین کاری میشه، اصولا قابل ملامت نیست و باید چنین چیزی رو ازش کاملا چشم پوشید. دقیقا مسئله عمده همین هست، چون کسانی دیدم در فضای مجازی مثلا اشاره کردن که اینها قاچاق میکنن، بنابراین بر اساس قانون کارشون غیر قانونی هست. به نظر میاد که شما مخالف این نظر هستید و میفرمایید که این میزان انقدر اندک هست که قابل ارائه نیست اصلا در عدد و رقم هایی که در کشور مطرح هست. ملاحظه بفرمایید، اگر کاری خلاف شما در انگلستان به خاطر دزدیدن یک پوند به زندان خواهید رفت، ولی مسئله این نیست. مسئله این است که مردم اون حداقل تأمین معیشت رو براشون فراهم نشده و ندارن، در نتیجه جوانان، پیران، خانواده ها، اینایی که هر روز ببینید، من فقط بلوچستان نیست، منتها بلوچستان، سیستان، کردستان، اینا از ستم مضاعف، از فشار مضاعف رنج میبرن. من دیروز با میلیونری صحبت میکردم که زنگ زده بود، میلیونر، البته امروز همه میلیون دارن، میلیاردری زنگ زده بود که مسئله خودش از من بپرسه که امروز آینده اقتصاد ما چه خواهد شد. سخن از زباله‌گردی کرد، عنایت کنی، گفت در این محله که من زندگی میکنم که محل زندگی ثروتمندانه، در اینجا روزانه بیش از 20 نفر رو من میبینم که میرن زباله گردی میکنن برای اینکه خوراک پیدا کنن. در چنین وضعیتی شما نمیتونید مردم رو مسئول بگیرید به خاطر این. تازه اگر مسئول هم بگیرید، پاسخ مسئولیت برای قاچاق کردن گلوله باران نیست، باید دادگاهی وجود داشته باشه و اونجا به این مسائل برسیم، با یه پروسه قضایی حکم محکومیت صادر بشه. ممنونم از شما حسن منصور، اقتصاددان، متشکرم که با ما صحبت کردید. سپاسگزارم. اما در بلوچستان چه گذشته که کار به اینجا رسیده؟ نگرانی های حکومت در ایران، در حکومت ایران درباره این منطقه چیست؟ مهمانان زیادی دعوت کردیم ولی فعلا به یکی از اونها وصل هستیم، حبیب الله سربازی، بلوچ، دبیر کل حزب راجی تپاکی. آقای بلوچ، برای کسانی که معنیش رو نمیدونن اول بگید که معنی اسم حزب شما چیه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و محترمتون، معنیشون همبستگی ملی است. ممکنه که شما به ما بگید که اتفاقی که در روزهای اخیر در سیستان و بلوچستان میفته رو شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که از کجا نشأت میگیره؟ بله، عرض کنم خدمتتون که آنچه که اتفاق افتاده، اگر بخوایم برگردیم عقبتر و ریشه اون رو دنبال بکنیم، ریشهش خیلی طولانی است. یعنی از اول انقلاب تا الان این مردم دارن رنج میبرن، سختی میبینن، با فشارهای مختلفی از طرف حکومت به شکل عامدانه در دست و پنجه نرم میکنن. حتی مردم از اصطلاح تحریم استفاده میکنن، میگن اگر آمریکا ایران رو 4 سال تحریم کرده، ایران منطقه بلوچستان رو 40 ساله که تحریم کرده، یعنی نه بهشون توجه داره، نه بهشون نگاهی داره و نه برای کارهای اقتصادی و تأمین معاش میکنه براشون. ما در تمام این سالها، حالا در دوره مثلا پهلوی، یه صنعتی ایجاد شده بود به نام بافت بلوچ در شهر پهره ایرانشهر، اونجا همین رو هم در جمهوری اسلامی تعطیل شد و مردم از لحاظ بهداشتی با مشکل مواجهن. بیش از آماری که خود حکومت اعلام میکنه، رسانه ها هم گفتن، میگن
سه برابر متوسط کشوری ما مرگ و میر مادران و فرزندان در حال ولادت رو داریم. یعنی کسانی که یک کودک متولد میشه فوت میکنه، یه مادری به خاطر نبود بهداشت، به خاطر امکانات ندارن، به خاطر نداشتن بهداشت، بیمارستان و غیره فوت میکنه. خب این یه آمار بسیار وحشتناک هست. ما مشابه با این رو در حوزه اقتصادی داریم که تا 60% آمار بیکاری بیان میشه. در بخش سواد و این بخش داریم که نیمی از دانش آموزان اصلا به مرحله دیپلم نمیرسن، بقیه دانش آموزان هم هیچ وقت به مرحله لیسانس نمیرسن. اون تعداد کمی هم که فارغ التحصیل میشن مجبور میشن به کارهایی روی بیارن به مثل سوختبری، چون میخوان ازدواج بکنن، میخوان زندگی بکنن، میخوان مثل بقیه مردم دنیا زندگیشون رو بگذارن. اینها نارضایتی ایجاد کرده و این نارضایتی ها یعنی اون بک‌گراند ماجرا بودند که ما الان به امروز رسیدیم. آقای سربازی بلوچ، اجازه بدید من خوش آمد بگم به آقای کلاشی، حجت کلاشی، فعال سیاسی مشروطه خواه با ما هستند. آقای کلاشی جزو کسانی هستند که نگرانن این اتفاقات منجر بشه به در واقع جدایی خواهی و اینکه ایران در واقع از شکل فعلیش خارج بشه. آقای کلاشی، وضعیتی که آقای سربازی بلوچ توصیف میکنن وضعیت بغرنجی است برای مردم منطقه. آیا شما اساساً برای رنج اونها اهمیتی قائل هستید در اون نگاهی که به یک پارچگی ایران دارید؟ با درود به مردم شریف ایران و مهمانان گرامی و سلام ویژه دارم به اهالی سیستان و بلوچستان، خاش و ایران شهر و تفتان. بله، 100%. ببینید، مسئله اینه که اولا توی بلوچستان مسئله جدای خواهی بسیار بسیار ضعیفه و تقریبا میشه گفت که در بین مردم جایگاهی نداره. نیروهای جدای خواه هم نتونستن وزن و سرمایه بین مردم پیدا بکنن. اون چیزی که در اندیشه ما هستش اینه که اتفاقا نگاه جمهوری اسلامی هم امنیت زدا هست، هم نگاه مدیران بالادستی بحرانزا. یعنی ما نمیتونیم بیاییم یک گوشه‌ای رو داشته باشیم در ایران که اون گوشه البته فقط سیستان و بلوچستان نیست، شما از جنوبش کرمان که حرکت میکنید، از اون ور از بیرجند حرکت میکنید، میرسید به سرباز و فاش، وضعیت بسیار اسفناکی هستش. ما کرانه زرین رو توی اونجا داریم، یک کرانه بسیار مهم و استراتژیک. باید در نظر بگیریم که ما وقتی از سیستان و بلوچستان صحبت میکنیم از جایی صحبت میکنیم که ایران اونجا به روی پهنه‌های دریایی باز میشه، ایران به سوی جهان از اونجا میتونه حرکت بکنه به سمت اقیانوس هند. چرا فقیر هست آقای کلاشی؟ اگر که جایی، خب ما هممون میدونیم سیستان و بلوچستان پتانسیل خیلی چیزهای بیشتر از این رو داره، منطقه آزادی داره که به هر حال پول درش هست، میدونیم، ولی به نظر میاد که این پول به اهالی نمیرسه. ببینید، مثل همه جای ایران توزیع نابرابر وجود داره، اما در مورد بلوچستان و قسمت‌های سنی نشین این تشدید شده به خاطر اینکه نگاه حاکم بر جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیکه. این نگاه ایدئولوژیکی دارن و سعی می‌کنن که اون رو در مسائل مدیریتی و در مسائل تخصیص بودجه و عمرانی هم ربط بدن. این در زمان نظام سابق اینطوری نبود، بلوچستان بسیار مهم بود، اونجا چابهار بود، بحث‌های عمرانی رو می‌خواستن اونجا پیش ببرن، طرح‌های آبیاری اونجا وجود داشت. من تا همه اینها متوقف شده و سیستان و بلوچستان با وجود همه این پتانسیل‌ها متأسفانه دچار بحران شده و نیروهای مترقی در بلوچستان متأسفانه زمینگیر شدن. در برابر اون بخشی از افراد فرصت پیدا کردن به عنوان مولوی‌ها برن توی پاکستان در مدارس بسیار خطرناکی درس بخونن. بخشی یه گروه خیلی محدودی هم پیدا شده مثل جیش العدل و غیره. باید اینها رو از عامه مردم جدا بکنیم. صحیح. ما همراه با دغدغه‌های مردم اونها رو عمیقا درک می‌کنیم. حق مردم ایران در هیچ کجا این چیزها نیست، این فقر نیست، این فلاکت نیست، این بیکاری نیست. در بلوچستان هم همینطور، مردم بسیار شریفی داره، سخت کوشه، صنایع وجود نداره. آقای سربازی، نظرتون راجع به این حرفا چی هست؟ میگن که نفوذ هست از طرف کشورهای دیگر و اجازه بخوام مثل اینکه مهمون سوممونم باشن، اجازه بدید من سلام بکنم به سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار از تهران. آقای خداکرمی هم به طور ویژه در سیستان و بلوچستان کار کردن، ولی اول من این سوال رو از آقای سربازی بپرسم. آقای سربازی، چه فکر می‌کنین راجع به این حرف که میگن نقش کشورهای دیگر رو در منطقه سیستان و بلوچستان پررنگ می‌بینن، معتقدن که مثلا عربستان به خاطر نفوذی که در پاکستان داره در اون منطقه هم نفوذ داره؟ این چیزی هست که از طرف خود جمهوری اسلامی هم شنیدیم. دقیقاً همین
اینجا این رو ما از جمهوری اسلامی شنیدیم، از ایادی جمهوری اسلامی شنیدیم، طرح مبحثی به نام اینکه این منطقه به سمت تجزیه طلبی سوق پیدا میکنه و این اتفاقات حالا سبب میشه که نگاه بسیاری عوض بشه به ماجرا، به موضوعشون توجه نکنن، بهش پرداخته نشه، رسانه ها بایکوتشون کنن، اتفاقات مشابه با این میفته. این خواسته جمهوری اسلامی است. اون چیزی که اسد در درعا انجام داد که اونجا مردم سنی و منطقه علیه علوی ها به خاطر مسائل اقتصادی، صرفا و صرفا اقتصادی بلند شدن، خواست که اون رو توجیهش بکنه که بله اینها اهداف پشت پرده‌ای دارن، خارجی ها پشت شدنشون هستن که ما وضعیت سوریه شدن رو دیدیم. الان در بلوچستان اتفاقی که داره میفته صرفا معیشتی است. مردم به خاطر اینکه شغلی ندارند و تنها شغلی هم که باقی مونده، این رو به عنوان تجارت میبینن نه قاچاق، تنها شغلی هم که باقی مونده اون رو جمهوری اسلامی میخواد حذفش بکنه، اون هم یک ارگان بدنام به نام سپاه پاسداران میخواد همه چیز رو به دست خودش بگیره. در چنین شرایطی ما مردم کشته میشن، بعد از کشته شدنشون اعتراض میکنن، باز کشته میشن، بعد از اون اعتصاب میکنن به شکل مدنی. از این چیز مدنی‌تر، از این رفتارهای انسانی‌تر کجا ما شاهدش هستیم؟ با وجود این طرح این قضیه از طرف جمهوری اسلامی و کسانی که این رو تقویتش بکنن، به نظر من اشتباهی است که به نفع جمهوری اسلامی سپاه پاسداران تمام میشه. آقای تلاشی می‌خوام پاسخ کوتاهی بدین تا من برم سراغ آقای خداکرمی. بفرمایید. ببین من با مهمانتون هم نظر هستم و اینکه به هر حال اونجا مسئله عمدتاً معیشتی هستش و همه مسائل اینه که اونجا مسائل عمرانی پیش نرفته، مردم در فقر، کشاورزی وضعیت بسیار اسفناکی داره، بحران آب وجود داره. اما مهمترین بحث اینه که ببینید مردمی که اونجا اعتراض میکنن امنیت زدایی نمیکنن، اونها که بنزین میفروشن یا گازوئیل میفروشن امنیت زدایی نمیکنن، اونها نمیشه گفت قاچاقچی به خاطر معیشته. اونی رو باید یقش رو گرفت که الان موز رو داره وارد میکنه، در حالی که ما توی بلوچستان میتونیم موز داشته باشیم. اونی رو باید یقش رو گرفت که منابع متعددی که وجود داره توی بلوچستان اجازه استخراج نمیده، برنامه مشخصی وجود نداره که ما بتونیم بلوچستان و سیستانمون رو، باف و بیرجندمون رو، کرمانمون رو در مدار توسعه قرار بدیم. یک گوشه ایران، همه جای ایران البته از مدار توسعه فاصله گرفته، اما قسمت جنوب شرقی ایران به شدت از این مسئله فاصله گرفته و طبیعی هستش که وقتی اونجا بحران درست بشه کسای دیگه هم میتونن بیان به دخالت بکنن. بله. اما نباید اصل مسئله رو زیر سایه اون قضیه ببینید. آقای خداکرمی خوش آمد میگم به شما. شما سالها در حوزه سیستان و بلوچستان کار کردید، گزارش های زیادی نوشتید. شما چی میبینید ریشه اتفاقاتی که این روزها در جریان هست در اون منطقه؟ با سلام بر شما، من در تصدیق صحبت یکی دیگر از مهمانان، چون واقعیت این است که باید بگم فقر به معنای واقعی کلمه میتونه پاسخ تمامی این سالها باشه. اگر فرصت داشته باشم چند تا آمار خدمتتون بگم. ما توی در واقع این استان که بر اساس آخرین سرشماری ها 51% روستانشین داره و در واقع روستانشین ترین استان ایران هست و کشاورزی و دامداری و در واقع صید ماهی عمدتا در سالهای گذشته در واقع پیشه مردمان این دیار بوده، امروز با 94% مساحت خشکسالی درگیره. ماهیگیری تو جنوب این استان با در واقع ورود کشتی صید بزرگ ماهی در واقع چینی ها بسیار کم شده. کارگرها امروز توی جنوب این استان عمدتا توی بنادر شهید بهشتی و کلانتری با روز 30,000 تومان، تنها روز 30,000 تومان امرار معاش میکنن به صورت روزمزد، اون هم در شرایطی که این دو بندر جزو بنادر اصلی کشور نیست و عمدتا کشتی ها در مقاصد امام خمینی، شهید رجایی و بندر عباس پهلو میگیرن و بنابر گفته کارگرانی که توی این بنادر در بندر چابهار مشغول به کار هستن، در ما نهایتا 2 تا 3 کشتی که توی این در واقع بندر پهلو میگیرن. وضعیتی که در واقع این استان داره توی بحث راه‌ها جزو فقیرترین استان‌های کشور هست، در صورتی که پتروشیمی اونجا در واقع برقرار شده، صنایع دیگری امکان برقراری پیدا نکردن. همین پتروشیمی هم عمدتا نیروهای بومی رو به استخدام در نیاورده.
آمار رسمی میگه 13.1% نرخ بیکاری این استان رو در بین 4 استان کشور در بالای بیکاری قرار داده، اما آمارهای غیر رسمی بسیار بیش از این هاست. نماینده آقای خدا کرمی، لیستی که میدید لیست خیلی بلند بالایی هست. شما بارها بارها راجع به اون منطقه سفر کردید، گزارش نوشتید، در روزنامه هایی که در تهران چاپ میشن چاپ شدن. چقدر واقعا برای مردم در تهران مسئله سیستان و بلوچستان مسئله است؟ اساسا مثلا به هر حال در مورد خوزستان ما میدونیم که مردم معمولا در مرکز نگرانی هایی دارن، در مورد کردستان هم همینطور. آیا همین رو در مورد سیستان و بلوچستان هم میبینیم یا کلا به نوعی نادیده گرفته شده؟ نمیتونم بگم نادیده گرفته شده. چیزی که در واقع راجع به هموطنان کردمون یا هموطنان خوزستانیمون میبینیم، کمابیش راجع به هموطنان سیستان و بلوچستان به خصوص هموطنان بلوچمون هم میبینیم، البته در بین افکار عمومی. اما مسئله‌ای که وجود داره این است که عمدتاً فقر همگیر در ایران سبب شده که مقداری توجه ها به پیرامون بیشتر بشه. وقتی احساس میکنن که هموطنان دیگری همدرد اونها هستن، این احساس همدردی بسیار بیش از گذشته احساس میشه. اشاره کردید به مسئله که همدردی میشه. سکوت رسانه های داخلی خیلی با انتقاد روبرو شده. آقای سربازی، من ظرف یکی دو روز گذشته به خصوص روی فضای مجازی دیدم که خیلی ها از کسانی که اهل سیستان و بلوچستان هستن یک موردی رو اشاره کردن که شما هم در آغاز گفتین انگار که از جمهوری اسلامی 40 ساله که این منطقه رو تحریم کرده. واقعا فکر میکنید چقدر این تأثیر داره، این سکوت رسانه‌ای و نادیده گرفته شدن اتفاقاتی که در اون منطقه میفته؟ بله، سوال از شما بود اگر شنیدید سوال رو. من برای دقایقی قطع شده بودم. بله. پوزش میکنم. در مورد دلایلش اگر بخوایم صحبت بکنیم، ببینید مردم در منطقه بلوچ هستن، اهل سنت هستن عمدتاً. حتی اگر مذهب اهل سنت رو در نظر نگیرید، ما منطقه جنوب کرمان خب قبلا جزوی از ایالت بلوچستان بود، خب بعد اسمش استان شد، بعد شد استان بلوچستان، سیستان بلوچستان. به هر حال اون منطقه الان بلوچ هستن و عمدتاً هم شیعه مذهب هستن. همین رو فقط به عنوان نمونه بخوام خدمتتون عرض بکنم، عمق فاجعه رو درک میکنید. چند مدت قبل اعلام شد که این رود حلیل رودی که وجود داره، این آبش رو میخوان برگردونن از این سمتی که میاد به سمت بلوچستان، تو جازموری هم قرار میگیره که بزرگترین تالاب هست، به سمت صنایع کرمان اون رو هدایت بکنن. این در حالی است که ما در منطقه صنعتی کرمان، یعنی در منطقه شمال کرمان، اونجا همه شرکت ها، کارخانه های مطرح ایران رو که در سطح جهانی هم دارن تولیدات میکنن و منتشر میکنن داریم. در منطقه جنوب سوال مهمی است. چرا کرمان داره و سیستان بلوچستان نداره، در حالی که به نظر میاد خیلی چیزای این دو استان باید شبیه هم باشه؟ نکته اتفاقا همینجاست، یعنی جنوب کرمان بلوچ هستن، یعنی دقیقا از بم که شما بگیرید تا حالا استان سیستان بلوچستان مرزش که بیاد تا نزدیک مرز، اینا همشون بلوچ هستن. این منطقه انگار آمدانه داره این برخورد باش صورت میگیره، به خاطر اینکه اونها بلوچ هستن داره باشون این برخورد صورت میگیره و الا هیچ تفسیر و ترجمهش با دیگری نمیتونه در مورد این ماجرا بده. چرا بالای کرمان کارخانه زده میشه ولی جنوب کرمان تأسیس نمیشه و حتی همین آبش هم میخواد برای مثلا صنایع بالادستی کرمان هدایت بشه؟ این جالب هست که میگید بیشتر از اینکه آقای کلاش، میخوام نظر شما رو راجع به این بدونم. چقدر فکر میکنید واقعا اینطور هست که یک قومی رو دارن در واقع کنار میگذارن یا بهشون توجه میکنن؟ چقدرش به خاطر این هستش؟ مثلا من یادم میاد در زمانی که کرمان پشت سر هم مناطق آزادی پیدا میکرد و یک مثلا امکانات ماشین سازی و اینها در کرمان راه میافتاد، میگفتن خب هاشمی رفسنجانی هرچی خرج استانش میکنه دیگه، اونجا متولد اونجاست. واقعا چقدر فکر میکنید که این جور چیزها تاثیر داره؟ ببینید، در مورد مسائل این که نگاه قومیه، نه اصلا اینطوری نیست. هیچ وقت در ایران نگاه قومی نبوده و الان هم اصلا جمهوری اسلامی تو این فکر نیستش که قوم بلوچ رو یا آذربایجانی یا کرد رو از صحنه به دور بکنه یا اونها رو محروم بکنه. نگاهی که وجود داره تو اون گوشه از دو حوزه نشأت میگیره. یکی مسئله مذهبی هست که جمهوری اسلامی بسیار بهش دامن زده، اونم در یک جای بسیار مهم و استراتژیک که یک طرفش پاکستان، یک طرفش هم به هر حال
حوزه دریایی هستش، همسایه‌های دریایی، اونجا خیلی جای خطرناکیه. جمهوری اسلامی دامن زده به اونجا و هم رادیکالیسم و بنیانگرایی اسلامی اونجا، یعنی سنی اونجا قوی شده، از این ورم به هر حال بنیانگرایی شیعی هستش، این تقویت میکنه و این روبروی هم قرار گرفته و همدیگه رو دارن تقویت میکنن. من چون بلوچستان خدمت کردم، تبعید شده بودم اونجا، یه سرهنگی داشتیم میگفت زمان شاه من خودم سنی بودم، خانومم شیعه بود و هیچ وقت این نوع تفکیک ها و این دو قطبی بودن ها وجود نداشت. اما به هر حال بعد از انقلاب خیلی تشدید شده. یکی دیگرش هم مسئله اینه که کلن توی جمهوری اسلامی برنامه‌های کلانی برای توسعه کشور وجود نداره، یعنی سلیقه‌ای هستش. همونطور که شما می‌فرمایید، آقای هاشمی رفسنجانی چون در رأس قدرت بود میتونست یه سری برنامه‌هایی بریزه برای استان خودش. شما اگر دقت بفرمایید می‌بینید که ما در کشورمون جایی داریم، جای بسیار مهمی داریم به نام چابهار، در همون مدار بغل گواتره، در همون مدار در مدار بمبئی، در خط بمبئی، در خط جاهای مهمی هستش، ولی ما از چابهارمون استفاده نمی کنیم. به جای اون ایرانی ها میلیون ها میلیون بلند میشن میرن به ترکیه، جاهای دیگه که از محیط دریایش استفاده بکنن. همه اینها به این خاطره که در ایران مدیریت وجود نداره، حکومت نگاه مدیریتی نداره، در ایران برنامه‌های کلانی برای توسعه ایران وجود نداره. شما به طرح توسعه 20 ساله رو نگاه بکنید، 2020 رو نگاه بکنید، قرار بوده ایران به یه جایی برسه، ببینید به کدوم یکی از اون بندها تونستیم برسیم. بله. این تقریبا میشه گفتش که تو ایران ما بحران مدیریت و تصمیم گیری داریم، به همین خاطر همه جای ایران به نوعی ضربه خورده. من یه چیزی دارم میخواد مستاقی تر راجع به همین مورد اخیر صحبت بکنیم. من طرح رزاق رو نمیدونم کدوم یکی از آقایون الان دوست دارن راجع بهش صحبت بکنم، من دلم میخواد نظرتون رو راجع بهش بشنوم. بذارید از آقای خداکرمی بپرسم، شما اونجا بودید میدونید که شرایط چطور هست، راجع به سوختبران هم اطلاع دارید، چقدر فکر میکنید که این ماجرای طرح رزاق اصلا روش فکر شده، درست فکر شده با توجه به شرایطی که اون منطقه داره؟ اجازه بدید من یه پیش نیازی بگم، اینکه اساسا چرا طرح رزاق شکل گرفته. مسئله اینجاست که این سوختی که اونجا در واقع سوختبران میبردن برای امرار معاششون از مرزهای رسمی صورت میگرفته و هیچگاه در واقع مرزهای این استان، مرزهای غیر رسمی مثل در واقع استانهای غربی که کولبران در واقع اون فعالیت هاشون رو انجام میدن نداشته. مسئله اینجاست که این جابجایی سوخت به صورت رسمی توی این استان که زیر نظر خود دولت با اعطای کارت پیلوری به برخی از در واقع مردم این استان صورت میگرفته که خود دستگاه های اجرایی هم به صورت رسمی این رو میدادن، امروز اومده و تبدیل شده به یک شرایطی که برخی دستگاه های عمدتاً در واقع امنیتی یک انحصاری رو در این حوزه بنا کردند با نام طرح رزاق که بتونن انتفاعی حاصل بکنن از همین آباریکی که در واقع مردم فقیر این استان برای امرار معاش داشتن. متوجهم. آقای بلوچ، میخوام نظر شما رو هم راجع به همین بدونم و همینطور میخوام، شما منطقه رو به هر حال مثل کف دست بلدید، اهل اونجا هستید، همیشه صحبت میشه از خانواده های قدرتمندی که اونجا هستن، خانواده های مختلفی که ممکن هست که بعضی از سرانشون زدبندهایی داشته باشن یا نداشته باشن بسته به نوع رابطه شون با مثلا نیروهای امنیتی یا سپاه. فکر میکنید نقش اونها چقدر هست در این داستان؟ قبل از پاسخ به این سوال، من توجه مهمان برنامه‌تون رو جلب می‌کنم به اون 70-80% جمعیتی که در منطقه جنوب کرمان شیعه مذهب بلوچ هستن و در اوج فقر هستن، حتی از بلوچستان بیشتر، جلب می‌کنم در موردش مطالعه بکنید. در مورد این سوالی هم که پرسیدی، ببینید وقتی که نظام یه نوع طبقاتی حاکم باشه، جمهوری اسلامی برخی‌ها رو حمایت بکنه، سپاه پاسداران ادعی رو که باشون همکاری می‌کنن حمایت مورد حمایت قرار بده و به عمدتاً عموم مردم رو مورد توجه قرار نده، همچین اتفاقاتی هم میفته. یعنی ما یه تعداد افراد رو داریم، مثلا بنان مثال برخی از سران طوایف که با سپاه پاسداران همکاری می‌کنن، سپاه چیکار می‌کنه در مقابلش؟ بهشون مجوزهای کاری میده، بودجه هایی میده بهشون، مثلا همین کار سوخت رو بهشون اجازه میده، میگه که ما به جای اینکه سوخت رو کسی با انجام بده که با من هم کار نیست و در بحث های دیگری مثل امنیت و غیر با من همکاری نمیکنه، شما انجام بدید. اینا فربه میشن، قدرتمند میشن، توانمندی بالایی پیدا میکنن
خب اینا چون با سپاه نزدیکن باز هیچ گونه تأثیر رو هم نمیتونن در به شکل مثبت برای مردم عموم مردم داشته باشن، یعنی مردم همچون فقیرتر و فقیرتر میشن، یه عده‌ای که با سپاه و دوربر سپاه قرار دارن اینا فربهتر و قدرتمندتر و توانمندتر میشن. اصلا این سپاه اونجا چه میکنه آقای بلوچ؟ چرا انقدر سپاه حضورش انقدر جدی هست؟ همه جا البته سپاه هست، ولی چرا در بلوچستان به طور ویژه سپاه حضور انقدر چشمگیری داره؟ من ایشون میمون ازتون گفتن که مسئله قوم نیست، ولی این مسئله قومی است. چرا الان قرارگاه قدس جنوب شرقی که در بلوچستان وجود داره مقرش هست، این مسئول تامین دو بخش از امنیتی است، جنوب کرمان و خود منطقه سیستان بلوچستان استانش. این دو منطقه یک لشکر 41 سار الله رو داره که خود قاسم سلیمانی رو تعیینش میکنه درست کرده، و یکی هم اون سپاه سلمانی که در منطقه فعالیت اینها میکنن. بعد این از داستانهای جند الله را افتادن یا از قبل هم بودن؟ نه، از قبل هم بخشی از این فعالیت‌ها بود، ولی این قرارگاه قدس از اون زمان به بعد مسئول تأمین امنیت منطقه شد. یعنی رفت شورای امنیت رو قانع کرد که من باید اینجا حضور داشته باشم تا امنیت رو تأمین بکنم، و بدون امنیت هم به قول خودشون اقتصادی نخواهد بود. اما وقتی که کنترل و امنیت منطقه رو به قول گفتنی به دست گرفت، نه تنها امنیتی در منطقه ایجاد نشد، چون مردم که فقیر هستن حالیشون نمیشه که خب بسیاری از مردم که خب باید مثلا چه کارهایی به چه شکل نحوی انجام بدن، برنامه های ناهنجاری های اجتماعی هم افزایش پیدا میکنن. سپاه پاسداران تمام شریان های اقتصادی رو به دست گرفته، چندین چیز ساخته، اونجا بندرگاه برای خودش ساخته، اسکله ساخته و گذرهای مرزی 300 کیلومتر از مرز سراوان رو به شکل مستقیم در دست کنترل خودش گرفته. کارتل های یعنی تانکرهایی میاد سوختبری به شکل آماری که خود استانداری منتشر کرده بود 30% از سوختبری رو در منطقه فقط خرده فروشان انجام میدن، 70% رو افراد دیگری هستن که در موردشون صحبت نمیشه. همین سپاه پاسداران هست که کانتینر یا همون تانکر وارد میکنه میبره میاره، از اون طرف هم مواد مخدر وارد میکنه تا مناطق غربی کشور، اونا رو باز منطقه‌ای رو مرزی دستش هست از اونجا خارج میکنه. آی کلاشی پاسختون چیه؟ میگن که بحث شیعه سنی نیست، شیعیان هم همون وضعیت رو دارن. نه اینطور نیست، به خاطر اینکه بله شیعیان هم همین وضعیت رو دارن، بحث اینه که فقط در مورد چیز نیست، در مورد بلوچا نیست، مثلا زابولی هم همینطور هستن، سیستانی هم همینطور هستن. اونجا قسمت خراسان جنوبی که میایید بسیاری از مردمان اونجا بلوچ نیستن، یا بسیاری از مردمان بلوچ رفتن توی گرگان، همچین وضعیتی نیستش. ما اصلا اگر بخوایم نگاه رو ببریم به سمت قومی، بین مردم ایران تفکیک قائل میشیم، در حالی که الان نسبت به حوادثی که توی بلوچستان هست همه مردم ایران همدل هستن. اصلا این نگاه مربوط به قومیت بلوچ نمیشه، این مربوط نمیشه به قومیت خاص. در ایران، در مرکز، در حکومت با همه ایراداتی که وجود داره نگاه قومیتی نیست، نگاه مذهبی هست، نگاه قومیتی وجود نداره در داخل ایران. همچنین برنامه‌هایی هم وجود داره که قوم خود رو بخوان از مناسباتی دور بذارن، ولی مسئله همونطور که عرض کردم یک قسمتش برمیگرده مسئله مذهبی که تشدید شده اتفاقا خیلی هم با جدیت. آقای کلاشی خیلی وقت کمه، آیا قابل توجیه هست نگاهی که حکومت مرکزی داره به بلوچستان با توجه به همه صحبتایی که مطرح کردید؟ ببینید، نه خیر، عرض کردم دیگه این قابل قبول نیست، به خاطر اینکه پیامد این میتونه مسائل امنیتی باشه، متعاقب این میتونه فقر شدید باشه. شما اگر تشریف ببرید به خاش در ایران شهر، فقر رو میتونید ببینید که سر روی شهر داره میباره و مردم دچار سوء تغذیه هستن. به ازای یک مسئله دیگه، بیماری های متعددی توی اونجا هستش. قطعا حکومت ملی این وضعیت رو تحمل نمیکنه و توسعه بلوچستان رو در اولویت قرار میده، مخصوصا که بلوچستان محلیه برای حضور که در اونجا قدرت های بزرگی مثل چین و هند و پاکستان و دولت های دیگه هم حضور دارن و خیلی منطقه مهمیه برای ما. در دروازه های ایران به سمت آسیای میانه از یک طرف و از طرف دیگه به سمت دریا، یعنی محل سوق جیشی ماست. آقای خودکرمی، شما سرتون رو تکون میدادید، نظرتون رو میخوام بپرسم. ضمن اینکه راجع به مسئله جمعیت و در واقع وسعت قابل توجه این استان هم صحبت بکنیم، استان کم جمعیتی است با وسعت بسیار زیاد، بنابراین مناطق گستردهش خالی از جمعیت هست که این هم به هر حال یک نگرانی امنیتی جدی برای حکومته. بله درست میفرمایید. اول من تصحیح بکنم صحبت مهمان دیگر رو در ارتباط با فقری که در کرمان صحبت کردن، مدیر کل امور اقتصادی سیستان بلوچستان اخیراً گفتن که این استان توی 10 سال اخیر کمترین درآمد سالانه رو داشته با میانگین 46% در واقع درآمد سالانه کشور. اما در ارتباط با در واقع
حضور سپاه در اون منطقه و بحث قومیتی که مطرح شد، ما این حضور سپاه رو در کردستان هم داریم، در برخی دیگر از اوقات در بخشی از در خوزستان هم داریم، اما الزاماً بحث قومیتی هم من معتقد نیستم که در میون باشه. ما توی بخش زابل بعد از در واقع قطع شدن حقابه هیرمند می‌بینیم که بسیاری از مردم زابل مثل بسیاری دیگر از مردم این استان توی فصل‌هایی به استان کرمان میرن برای پسته چیدن. توی که اونها سیستانی هستن، بلوچ نیستن، منظورتون اینه؟ بله بله، اونها سیستانی هستن و اونها هم در این شرایط کاملا دارن به سر میبرن و شرایط تقریبا مساوی الان در این استان حک فرما هست. من قبل از اینکه حالا 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من میخوام یه مقدار راجع به این قضیه نگاه مرکز به استانها صحبت بکنیم. شما همه آقایون، دو نفر از آقایون میگن این بحث قومی نیست، ولی من میدونم مثلا آقای سربازی شما و خیلی از همفکران شما، حتی کسانی که کرد هستن و نگاه مشابه شما دارن یا عرب هستن و نگاه مشابه شما دارن، معتقدن که جمهوری اسلامی به عمد نگاه مرکز محور داره و داره تضعیف میکنه اون مناطق. ممکنه ادلتون رو برای این موضوع بگید؟ زبان من ممنوع هست، من اجازه ندارم که به زبان بلوچی اینجا تدریس بکنم، بخونم، بنویسم. من مسائل فرهنگی که مربوط به بلوچستان میشه، اونها امنیتی باشون برخورد میشه. در امورات سیاسی هیچ گونه نقشی بلوچ‌ها بهشون داده نشده، اگر هم یک نقشی به عنوان مدیر کل در یک جایی دارن، اون فقط مجری سیاست های مرکز کشور هست. این سیاست تعریف میشه، بهشون داده میشه برای اینکه فقط اجراش بکنه و صرفا کسانی هم قبول میشن که اون چیز رو قبول کرده باشن که مثل اون چیزی که میخوان اجراش بکنن. سیاست سنترالیسم خب ما میدونیم که از دوره پهلوی شروع شده، 50 سال زمان کافی بود برای اینکه اینجا از لحاظ اقتصادی توسعه پیدا بکنه، ولی فقط یک دونه کارخانه در دوره پهلوی ساخته شد که در دوره جمهوری اسلامی تعطیل شد. این کس هیچ کس نمیتونه این ادعا رو بکنه که اونجا نگاه قومیتی نبوده. آقای عباس علی خلعتبری خودش میگه در پیمان سنتو که ما برای مقابله با کمونیسم و شوروی که رشد نکنه در منطقه نیاد، ما برای اینکه باهاش مقابله بکنیم، همیشه گمانمون این بود که تو بلوچستان امکان داره که شوروی ها نفوذ بکنن، اینا برن به سمت استقلال. بله، گفتن تلاش ما برای این بود که ما این منطقه رو از لحاظ سیاسی، اجتماعی و آموزشی کنترلشون بکنیم. خب این یعنی چی؟ یعنی خب این نگاه قومیتی نسبت به موضوع وجود داشت. آقای کلاشی، نگاه میگن قومیتی است، بفهمید. نه، اصلا نه از قبل، نه از الان، نه الان تو نگاه قومیتی وجود نداشت. در مورد مرکز و اصلاح فدرالیسم چطور میگید نگاه قومیتی نیست؟ اگر الان حتی نمیگذارن که مسئولان منطقه از همون قومی باشن که اهالی منطقه هستن در خیلی از جوانه. من الان توضیح میتونم در مورد فدرالیسم بگم. الان پاکستان فدراله، ولی بلوچستان پاکستان که اون سمت قرار گرفته فقیرتر از مناطق ما هستش. اما در مورد کردستان و در مورد جاهای دیگه که خوزستان هم که فرمود عرب زبان ها، ببینید دبیر شورای امنیت ملی ما عرب زبان هستش و وزیر نفت ما هم آقای زنگنه است، دیر دست ایشون رد میشه پولاد. در ایران نگاه قومیتی وجود نداره، بحث در ایران وفاداری به حکومت هستش، به ایدئولوژی حکومت هستش. هر کسی هر نسبتی که بیشتر بتونه ابراز وفاداری بکنه به حکومت، به ایدئولوژی حکومت، اون بیشتر میتونه راه ترقی رو پیدا بپیماید. بنابراین در ایران نه مثلا نگاه شایسته سالاری هستش، نه نگاه قومیتی هستش، نه نگاه ضد قومیتی. مسئله نزدیکی به هرم قدرت رو وفاداری فرد به ایدئولوژی رسمی تعیین میکنه. اگر ما بخوایم بیاییم اصل قضیه علت رو تغییر بدیم، نمیتونیم راه حل رو پیدا کنیم. زمان شاه هم در حوزه بلوچستان کارهای بسیار درخشانی شروع شده بود. طرح زیتون وجود داشت که فرصت نیست بگم. در مورد چابهار هم بسیار طرحهای درخشانی وجود داشت که متاسفانه. اجازه بدید 30 ثانیه آخر هم بدیم آقای خداکرم. آقای خداکرم جنبندی بفرمایید در 30 ثانیه اگر میخواید. خواهش میکنم. ببینید این بحث زبان مادری یا موارد دیگه که اشاره کردن، اولا که مبتلا به بسیاری از نقاط ایران هست. به علاوه اینکه توسعه نامتوازنی که در واقع در تمام طول این سالها چه در واقع نظام سیاسی مستقر چه در نظام سیاسی پیشین وجود داشته، بخشیش برمیگرده به موضوعی که مهمان دیگرتون میگن، نزدیکی به حرم قدرت یکی از دلایل اصلی اون هست، و دیگر اینکه نگاه های سلیقه‌ای، دوره های برنامه های در واقع کاملا
سلیقه محور، اینها عوامل بسیار بسیار جدی‌تری هستند نسبت به نگاه‌های قومیتی که اگر بخوایم رو تسری بدیم بسیاری از قومیت‌های دیگر در این کشور هستند که به اونها هم میشه تسری داد. متشکرم از شما. متشکرم، متاسفانه وقت زیاد نداریم. آقای خداکرمی، آقای کلاشی و آقای بلوچ، ممنونم که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما که با این برنامه همراه بودید. برنامه رو میتونید بشنوید به صورت پادکست و همینطور میتونید روی سایت یوتیوب مجدد تماشا کنید. شب و روزتون خوش.